نامه وزیر خارجه آمریکا از واکنش تند و سالی تا رضایت عبدالله و انتقاد محقق. پاسخ دندان شکن رحمت الله نبیل به نامه آمریکا. اتمر میگوید بازگشت طالبان خطر بزرگ برای منطقه و جهان است. ترور جوانترین فرمانده افغانستان. و در پایان میزبانی مسکو از یک نشست دیگر با محوریت صلح افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. نامه وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور افغانستان و دیگر مقامات کشور در ارتباط با طرح صلح جدید واشنگتن خشم افکار عمومی را بدنبال داشت. سیاسون و مردم افغانستان این نامه را مایه سرافگندگی خواندند. نامه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا حاوی طرح صلح جدید که اخیراً تحویل مقامات کشور شده، با واکنش های منفی بسیار میان دولت مردان و مردم افغانستان مواجه شده است. در این راستا افکار عمومی افغانستان و مردم با ابراز نگرانی نسبت به ادامه حضور نیروهای غربی به خصوص آمریکا در شبکه های مجازی به این طرح واکنش نشان دادند. امرالله صالح معاون رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به نامه وزیر خارجه آمریکا با اشرف غنی و عبدالله عبدالله درباره طرح صلح جدید گفت که افغانستان سند آمرانه آمریکا در خصوص صلح را امضا نمی کند. معاون نخست ریاست جمهوری با اشاره به نامه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور اشرف غنی هشدار داد که هرگاه در رابطه دو جانبه احترام متقابل وجود نداشته باشد، تمکین و خواستای نامشروع برای حذف حق رای مردم ناممکن است. از جانب دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مراسم هفتمین سالیاد درگذشت مارشال محمد قاسم فهیم که دقایق پس از سخنرانی صالح صحبت میکرد گفت که نمیخواهد از نامه وزیر خارجه آمریکا دفاع و یا توجیه کند، اما در این نامه واقعیت‌های درباره اجماع ملی و استجالیت روند صلح ذکر شده است. به گفته او روند صلح برای مردم افغانستان که هر روز قربانی می‌دهند یک اولویت فوری است. عبدالله عبدالله وضعیت جاری افغانستان را به لحاظ نظامی پیچیده‌ترین حالت ممکن توصیف کرد و گفت که کشور به لحاظ سیاسی نیز در یک بحران قرار دارد. محمد محقق لحن نامه وزیر خارجه آمریکا را آمرانه خواند. محقق در این خصوص گفت که پیام وزارت خارجه آمریکا دارای نقاط مثبت و خوبی است، اما چند ضعف اساسی دارد. به گفته او آهنگ پیام نشان می‌دهد که آمریکا با ترکیب و ساختار ملی افغانستان آشنایی ندارد و یا آن را به رسمیت نمی‌شناسد. به باور محقق نقطه آغاز بحران در افغانستان نادیده گرفته شدن ساختار اجتماعی و ملی افغانستان است. محقق همچنان گفت که لحن این نامه آمرانه است و از ذات آن نشان می‌دهد که آمریکا در روند صلح عجله دارد. محقق می‌گوید صلح روند ملی و دوامدار است که با قناعت‌های همه طرف‌ها حاصل می‌شود و نباید در آن عجله شود. او گفت که افغانستان از آمریکا دعوت نکرده بود و حالا نیز نمیگوید که از افغانستان بیرون شود. رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه پیشین افغانستان در توییت نوشته است که این نامه جای شادمانی ندارد و مایه سرافگندگی بیشتر است. وی افزود تاریخ و تکرار نشان داده است که سر سپردگی و دیگران را به سوی آزادی و آبادی نمیبرد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی کشور در واکنش به نامه وزیر امور خارجه آمریکا به رئیس جمهور اشرف غنی میگوید امیدوار است چون این نامه بادرس پاکستان و طالبان
نیز فرستاده شود تا توازن حفظ شده و پاداش به گروه برای خشونت نباشد. نبیل در توییت نگاشته است: فکر می کنم به خاطر ثبات افغانستان و منافع امنیت ملی کشورهای غربی، امیدوارم نامه مشابه و طالبان از طریق پاکستان ارسال شود تا طرف دیگر به فکر پیروزی نظامی نباشد و کرل امام دیگری را به خاک افغانستان انتصاب نکند. با گفته او، تامین صلح و رویکرد متعادل نیاز به ارسال نامه بطرس پاکستان و طالبان دارد تا آنها صلح را ترویج کنند، نه جنگ را. جمشید موسوی در فیسبوکش نوشت: لحن نامه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آمرانه و تند است. از نظر بسیاری این نقار میان کابل و واشنگتن نقاره پایان حکومت اشرف غنی است. ظاهرا معنای ضمنی عبارت آخر نامه این است: آقای رئیس جمهور، کارتان تمام است. سید اسحاق گیلانی از فرماندهان سابق جهادی به تولو نیوز گفت که نباید با شتاب و عجله تصمیم گرفت و بار دیگر کشور به میدان جنگی بزرگتر انداخته شود. اتمر می گوید: بازگشت طالبان خطر بزرگی برای منطقه و جهان است. وزیر خارجه کشور می گوید که در نتیجه تلاش های دیپلماتیک، منطقه و جهان به این نتیجه رسیدند که بازگشت طالبان غیر قابل قبول و خطرناک برای منافعشان است. و همچنین گفت: جهان از سیستم جمهوری اسلامی در افغانستان حمایت می کند، برای اینکه این مسئله مستقیما به منافع جهانیان ارتباط دارد. حمایت از جمهوریت تنها یک مسئله ارزش ها نیست، بلکه یک مسئله امنیتی نیز است. فرمانده پلیس ولسوالی دیک غزنی کشته شد. منابع محلی در ولایت غزنی کشته شدن سرپرست فرماندهی پلیس ولسوالی دیک این ولایت را تایید کردند. واحدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی گفت که عبدالرحمن فاتح، سرپرست فرماندهی پلیس ولسوالی دیک، عصر روز دوشنبه 18 اهود در انفجار ماین کنار جاده‌ای کشته شده است. و در پایان، میزبانی مسکو از یک نشست دیگر با محوریت صلح افغانستان. وزیر خارجه روسیه اعلام کرده است که کنفرانس صلح مسکو با محوریت افغانستان برای تاریخ 18 مارچ برنامه ریزی شده است. روسیه از رهبران حکومت و برخی از چهره‌های سیاسی برای شرکت در نشست در پیوند به روند صلح افغانستان دعوت کرده است. در این نشست از طالبان نیز دعوت شده است. این نشست قرار است در 18 ماه مارچ برابر با 28 اهود در مسکو برگزار شود. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.